سلام بر شما هموطنان عزیز و بینندگان گرامی در هر کجای میهن یا در سراسر جهان که هستید. به همه شما درود میفرستیم و براتون آرزوی سرفرازی و پیروزی داریم. در برنامه ارتباط مستقیم از این لحظه در خدمت شما هستیم. در روزها و هفته های گذشته موضوع محاکمه دیپلمات تروریست رژیم اسدالله اسدی و سه مزدور جنایتکار همدستش در دادگاه آنتورپ بلژیک یکی از مهمترین موضوعات مربوط به رژیم بود. طی دو جلسه محاکمه ابعاد و پهنه‌های مختلفی از تروریسم رژیم و شگردها و اقدامات حکومت آخوندی برای بکارگیری این مزدوران مطابق اسناد و مدارک منتشر شده فاش شد. در این برنامه می‌خوایم ببینیم که چه حقایقی در این دادگاه و کیفرخواست دادستانی برجسته شده. در این جلسات و اسناد گفته شده اومده که تصمیم این توطئه جنایتکارانه در بالاترین سطح رژیم و با تایید خامنه ای گرفته شده. سوال اینه که چگونه و بر اساس چه اسناد و شواهدی این موضوع مطرح شده و اینکه چرا نهایتاً رژیم مجبور شده که مستقیما یکی از بالاترین عناصر وزارت اطلاعاتش رو درگیر این موضوع بکنه و اینکه آیا فقط افرادی که نام برده شده درگیر این اقدامات تروریستی بودند و رژیم چطور این مزدوران همدست دیپلمات تروریستش رو جذب کرده و برای این توطئه به کار گرفته. و خلاصه این که پیام این دادگاه و روندی که طی شده چی بوده و چه نتایجی تا همین نقطه بایستی از اون گرفت. در برنامه این هفته تا جایی که فرصت یاری بکنه میخوایم که به این موضوعات بپردازیم. با ما همراه باشید و از طریق شماره تلفن‌های این برنامه و شبکه‌های اجتماعی سیمای آزادی و ارتباط مستقیم در این برنامه و بحث و گفتگو شرکت کنید. تصاویر رو ببینیم و تا لحظات دیگه در خدمت شما خواهیم بود. در برنامه این هفته ارتباط مستقیم دعوت کردیم از آقای سنابرق زاهدی که مهمان برنامه ما باشن. آقای زاهدی سلام میکنم خدمتون، خیلی خیلی خوش آمدید و خیلی متشکریم که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید. با سلام به شما و با عرض ادب به همه بینندگان سیمای آزادی، هموطنان عزیز و به خصوص با سلام به اعضای غیور کانون‌های شورشی، کسانی که با فعالیت‌ها و اقدامات خودشون خواب رو به چشم آخوندها و پاسدارهای تروریست حروم کردن و با عرض تبریک در واقع به همه خانواده‌های قربانیان تروریسم آخوندی که بالاخره پس از بیش از 40 سال کار تروریستی در سراسر جهان علیه فعالان مقاومت، علیه کادرهای مقاومت و علیه سران اپوزیسیون بالاخره آخوندها در تله تروریسم گیر کردند. بله خیلی ممنون از شما یک بار دیگه که در این برنامه شرکت کردیم و این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید. من اجازه بدید قبل از اینکه وارد جزئیات مربوط به این دادگاه و اونچه که در دو جلسه دادگاه مطرح شده و اونچه که هول و هوش اون به اصطلاح صحبت شده بپردازیم، مقدمتاً این سوال رو می‌خواستم از شما بپرسم که نفس برگزاری دادگاه محاکمه تروریست‌های رژیم در آنتورپ بلژیک، برگزاری اون چه اهمیت و چه جایگاهی داره به نظر شما؟ بله، عرض شد خدمت شما که در یک کلام میشه گفت که برگزاری دادگاه اسدالله اسدی و سه مزدور همدستش در واقع یک شکست خارکننده‌ای رو که رژیم خمینی به دلیل در واقع شکستش در اون توطئه تروریستی متحمل شده بود، این شکست رو این دادگاه تثبیت کرد.
یعنی شکست سنگین و خارکننده. و اگر اجازه بدید من میخوام بگم که یک شکست استراتژیک برای رژیم آخوندی در واقع با برگزاری این دادگاه تثبیت شد. چرا میگم؟ برای اینکه اگر شما به فرهنگ و ادبیات رژیم آخوندی طی این دو سال و چند ماه مراجعه بکنین، میبینین که از همون روزهای اول که اسدی در آلمان دستگیر شد، روزنامه‌های رژیم شروع کردن پرخاش کردن و تندی و با تندی در واقع دولت آلمان رو مورد محاسبه قرار دادن و خطاب به سران خود رژیم گفتن که چرا ما نمیریم سفیر آلمان رو به گروگان بگیریم و چرا نمیریم پاسخ بدیم. خلاصه این حرفا رو برای مدت‌های طولانی تکرار کردند و بعد از اون هم خب به انواع و اقسام ترفندها دست زدن، در واقع از کارهای به اصطلاح حقوقی گرفته، از شکل دادن ارگانهای حقوقی وزارت خارجه و وزارت اطلاعات گرفته تا کلیه امکاناتی که رژیم در اختیار داشت، امکانات دیپلماتیک، طبیعتاً ارتباطات سیاسی، اطلاعاتی و غیره که البته خیلیش هم روشن و رو نشده، همه اینها رو در واقع به کار گرفت برای اینکه بتونه از این روند مانع بشه. اما همینجور که میدونید بعد از اینکه اسدی 100 روز در آلمان زندان بود، در 9 اکتبر 2018 به بلژیک استرداد شد و در اونجا تحقیقات ادامه پیدا کرد و بالاخره بعد از بیش از 2 سال تحقیقات دستگاه قضایی بلژیک به این نتیجه رسید که اسدی رو همراه اون 3 مزدور جنایتکار دیگه به دادگاه بفرسته. و این در واقع اتفاقی که افتاد در 27 نوامبر و در 3 دسامبر که 2 جلسه پی در پی دادگاه بود، پس از اینکه در واقع همه مقدمات کار آماده شده بود، در واقع نشون داد که تمامی این تلاش ها به شکست انجامید و رژیم آخوندی برای اولین بار به این ترتیب در یک دادگاه بین المللی، در یک دادگاه خارجی در واقع مورد محاکمه قرار گرفت. به این ترتیب من میخوام بگم که برگزاری دادگاه تروریسم آخوندی در بلژیک، همینجور که در اول هم اشاره کردم، اون شکستی رو که رژیم در روز 30 ژوئن 2018 خورده بود، این رو کاملا مهر تثبیت و تأکید بهش کوبید. و البته به خصوص وقتی نگاه کنیم که طرف این شکایت یا طرف این دعوا هم مقاومت ایران هست و بنابراین یک حقیقت دیگه هم از کل این وقایع به اصطلاح به اثبات رسید و اونم این هست که خیلی روشنه برای رژیم آخوندی حاضر همه در واقع دستگاهش رو به کار بگیره، همه پرنسیپ ها و نرم های جهانی رو نقض بکنه برای اینکه بتونه به مقاومت ایران ضربه بزنه. مفهوم سیاسی این کار این هست که رژیم آخوندی در مقاومت ایران در خانه مریم رجوی مرگ آینده خودش رو میبینه و به همین خاطر هست که حاضر به هر جنایتی برای اینکه بتونه ضربه بزنه دست بزنه. شکست این توطئه، من همونجوری که اشاره کردم، بنابراین و تثبیت این شکست، یک شکست استراتژیک برای رژیم آخوندیه که بی تردید آثار و عوارض اون رو در درون رژیم هم خواهد داشت. اگر از این نکته هم اشاره کنم که گفتم ابتدا آخوندها خیلی در واقع مطبوعاتشون و روزنامه‌هاشون و طبیعتاً اون چیزی که در ظاهرم بود یک چیز به اصطلاح ابعاد بسیار کمی از واقعیت بود. واقعیت ها بیشتر چیزی بود که در نهان در واقع جریان داشته بین دولت‌ها در مناسباتی که دارن با کشورهای دیگه، ولی به هر حال مجموع اینها به شکست انجامید. رژیم وقتی که متوجه شد که این کارها به جایی نمیرسه، برای دوره نسبتاً طولانی سکوت مرگ گرفت و حتی واکنشاش در برابر خود دادگاه هم که اصل مسئله بود، واکنشای بسیار محدود بود، چون دیگه فی الواقع دیگه حرفی برای گفتن و دیگه تلاشی برای انجام دادن در چنته نداشت. بله خیلی متشکرم. شما اشاره میکنین به شکست تلاش‌های رژیم. یکی از همین موارد ما شاهدش بودیم، چه قبل از برگزاری این دادگاه و چه در جریان برگزاری دادگاه، رژیم از طریق وکلاش خیلی تلاش میکرد که در واقع با سنگر گرفتن پشت موضوع مسئولیت دیپلمات تروریستش خلاصه اون رو در ببره و خیلی سرمایه گذاری کرده بود روی این، اما موفق نشد. چرا این کار پیش نرفت؟ چون به هر حال یک سنگری بود که در ظاهر هم مشروع بود. اشرف خدمتتون، من یه بار در این مورد با سیمای آزادی صحبت کردم و دلایل این که به اصطلاح این حرف پیش نرفت و پیش نمیره رو توضیح دادم. با این وجود به طور خلاصه به اونها اشاره میکنم. مقدمتا این نکته رو بگم که
وقتی ما میگیم که رژیم آخوندی روی این موضوع متمرکز بوده، معنیش این نیست که وکیلی که رژیم در صحنه داشت تنها این کار رو میکرده. رژیم آخوندی در واقع با تمام دم و دستگاش، با تمام امکاناتش، با تمام توانمندی‌های به اصطلاح حقوقیش که تمام کادر حقوقی وزارت خارجه که احتمالاً چند نفر شاید هم چند صد نفر باشن و همینجور کادر حقوقی وزارت اطلاعات، چون دو تا وزارت خونه رسماً و به اصطلاح در واقعیت به طور کامل درگیر این کیس بودند و همچنین تمامی توانمندی‌هایی که در خارج ایران داشت. بالاخره رژیم پول داره، با پولش میتونست بره حقوقدان‌های رو این ونور استخدام بکنه برای اینکه براش نظریه بنویسن. من حتی مثلا تو اینترنت یک نظریه از یک حقوقدان آلمانی دیدم که به نفع رژیم نوشته بود، حقوقدان آلمانی، انگلیسی، خلاصه از این ونور با پول آدمای رو به کار گرفت برای اینکه نظریه از اونها بگیره، برای اینکه به اصطلاح اثبات بکنه که اسدی از مسئولیت دیپلماتیک برخوردار هست و کنوانسیون 1961 که وین شامل حال اون میشه و بنابراین حق دستگیری و حق بازداشت و حق محاکمه اون وجود نداره. اما همه این تلاش ها به شکست انجامید. چرا به شکست انجامید؟ خیلی روشنه. اول بگم که این تلاش های رژیم در آغاز در آلمان متمرکز بود. چرا؟ برای اینکه اسدی در آلمان دستگیر شده بود و بعد هم آلمان داشت مقدمات استرداد اسدی رو بلژیک فراهم میکرد. رژیم به این اعتراض کرد و این اعتراض در واقع در دادگاه های آلمان مورد بررسی قرار گرفت و در سطوح مختلف دادگاهی و سلسله مراتب قضایی آلمان به این مسئله رسیدگی شد. در نهایت دادگاه بامبرگ تصمیم گرفت که اسدی استرداد بشه. این تصمیم پس از اون بود که در واقع دادگاه قانون اساسی آلمان هم این حرف رژیم رو و این ادعای رژیم رو رد کرد، به این معنی که اسدی رو اعلام کردن که به هیچ وجه مشمول کنوانسیون وین نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه خب اسدی اولا در کشور محل ماموریت خودش نبوده. الان به لحاظ تکنیکی دارم میگم، به لحاظ تکنیکی برای اینکه یک دیپلماتی اگر دیپلمات باشه مشمول کنوانسیون وین بشه، باید یا در کشور محل ماموریتش باشه یا در مسیر بین کشور فرستنده، یعنی کشور به اصطلاح اصلی خودش و اون کشور محل ماموریت، کشور پذیرنده. خب اسدی نه در کشور نه در مسیر بین ایران و اتریش بوده و نه در کشور اتریش، در کشور آلمان بوده. در این حال خودش همون اول اعلام کرده، خودش و پسراش و زنش اعلام کردن در همون روز اول دستگیریشون به پلیس که ما اینجا برای تعطیلات اومده بودیم. بنابراین به صراحت خودشون و به تصریح خودشون در حال عمل کرده دیپلماتیک هم نبودند، در تعطیلات بودند. البته در واقع اسدی تعطیلات رو پوش گرفته بود برای اون جنایتی که میخواست مرتکب بشه در لوکسانبورگ و بمب رو برای تحویل اون دوتا مزدور بده و بنابراین همون روزها از قلعه ها و از باغ وحش و از این چیزا هم توی آلمان دیدن کرده و بنابراین در فرم هم کار تعطیلاتی میکرده. بنابراین این استدلال دیگه متقن است. اما یک واقعیتی به نظرم برجسته‌تر از همینا هست که داستان فدرال بلژیک هم بهش استناد کرد، اونم این هست که آخه یک کنوانسیون وین که تنظیم شده، کنوانسیون وین برای ایجاد رابطه دوستانه و مودت‌آمیز بین کشورها تنظیم شده. این روح این کنفرانس، جوهر این ببخشید این کنوانسیون، جوهر این کنوانسیون برای ایجاد مناسبات به اصطلاح درست انسانی و دوستانه و مودت‌آمیز بین کشورها تدوین و تصویب شده و نه و نمیتونه به هیچ وجه نمیتونه کنوانسیون وین بشه توجیهگر مناسبات تروریستی در کشورهای دیگه. خب این اصلا در تضاد و تعارض هست با تمامیت اون کنوانسیون. به همین خاطر خیلی طبیعی بود که هیچ دادگاه جدی این رو به اصطلاح حرف اسدی رو، وکیلش رو و دستگاه رژیم رو جدی نگرفت. کما اینکه در خود بلژیک هم مجددا اینو مطرح کردن، در سلسله مراتب قضایی بلژیک هم در سه دادگاه در واقع مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت دیوان عالی کشور بلژیک هم این ادعا رو رد کرد. به این ترتیب اسدی میخواست و در واقع هیچ حرف دیگری برای گفتن نداشت. اگر به لوایحی که وکیل اسدی تهیه کرده، وکیل اسدی در واقع چهار بار دفاع کرده از اسدی، دو بار در لوایح مکتوب و دو بار هم در دادگاه به صورت شفاهی در حضور دادگاه. هر چهار لایحه‌اش یا هر چهار دفاعش فقط متکی به همین حرفه که اسدی دیپلماته و به همین خاطر هم از مسئولیت دیپلماتیک برخورداره. معنیش این هست که
رژیم آخوندی در هیچ عرصه دیگه هیچ حرف دیگه‌ای برای گفتن نداشت. یعنی اینکه اسدی بمب رو از ایران آورده به وین، این رو قبول داره. اینکه اسدی بمب رو از وین منتقل کرده به لوکزامبورگ و تحویل داده به اون دو مزدور دیگه، اینا رو قبول داره. اینکه اسدی این عملیات رو در صحنه فرماندهی می‌کرده، قبول داره. اینکه اسدی پول‌های هنگفت به این مزدوران داده برای اینکه این جنایات مرتکب بشن، اینا رو قبول داره. و هزاران فاکت دیگه که در رابطه با اسدی هست، و اینکه اون همه به اصطلاح مدارک و اسناد عظیمی که از ماشین اون گرفتن که در واقع اتاق عملیات بوده ماشینش، اینا رو ازش گرفتن، همه اینا رو قبول داره. فقط چسبیده به همین که این دیپلمات هست و این دیپلمات هست، بنابراین باید اون رو از محاکمه و از مجازات معاف کنید. ولی خب واقعیت ولی سرسخت‌تر از اون چیزی است که رژیم بخواد باش بازی بکنه. واقعیت این هست که درسته که اسدی هم دیپلمات هست و هم نفر وزارت اطلاعاته، ولی دیپلماسی در رژیم آخوندی یعنی کار تروریستی، یعنی همون کاری که اسدی میکرد و بنابراین مشمول کنوانسیون ژنو و کنوانسیون وین نخواهد شد. بله خیلی متشکرم از توضیحاتتون. البته بحث و سوال پیرامون موضوع دادگاه و محاکمه دیپلمات تروریست رژیم و مزدوران جنایتکار همدست اون زیاد هست. اجازه بدید یک گزارش کوتاهی رو با هم دیگه ببینیم، بعد از اون باز برمیگردیم و در خدمت شما و بینندگان برنامه رو ادامه خواهیم داد. روز پنجشنبه 13 آذر دومین جلسه دادگاه بلژیک در آنتورپ برای محاکمه اسدالله اسدی، دیپلمات تروریست رژیم آخوندی و سه تروریست دیگر برگزار شد. در دومین جلسه دادگاه در روز پنجشنبه باز هم اسدالله اسدی، دیپلمات بمب دست رژیم آخوندی، از شرکت در دادگاه خودداری کرد. وکلای رژیم برای تروریست‌های مزدور سعدونی و نعامی که با ناسیونالیته بلژیکی در این توطئه تروریستی بزرگ شرکت کرده و در حال حمله بمب دستگیر شدند، در دادگاه گفتند که اگر طبق کیفرخواست دادستان از آنها سلب تابعیت بلژیک شود و به ایران بازگردانده شوند، ممکن است باعث اعدام آنها شود. وکیل رژیم برای امیر سعدونی، پیش از این وکیل عبدالسلام، تروریست داعشی بود که با بمب‌گذاری در بروکسل شمار زیادی از بیگناهان را کشته بود. وکیل رژیم برای امیر سعدونی در اعترافات و اظهارات مستاصلانه خود تلاش کرد نشان دهد سعدونی قربانی رژیم و اسدی بوده است و گفت وقتی سعدونی فهمیده اسدی در دادگاه شرکت نمی کند گریه کرد، چون می‌خواست با او رو در رو صحبت کند. وکیل رژیم برای سعدونی همچنین گفت ممکن است که نعامی مسائل دیگری مطرح کرده باشد که ربطی به سعدونی ندارد و مسائل خودش است. این درست که سعدونی برای سالیان اطلاعات می‌داده و اطلاعات به بخش 312 وزارت اطلاعات می‌رفته است. این بخش تروریستی وزارت اطلاعات نیست. ناسیونالیته سعدونی و نعامی را نگیرید. سلب تابعیت برای آنها مثل اعدام است، چون باید به ایران برگردند و در ایران کشته خواهند شد و این نقض حقوق بشر است. وکیل رژیم برای نسیمه نعامی نیز در مطالب مسخره‌ای گفت نسیمه میگوید من تا به حال دزدی نکردم، چطور میتوانم نفر بکشم؟ وکیل رژیم برای نسیمه نعامی همچنین گفت خانواده نعامی ضد خدا بودند، زندگیشان غربی بوده، پدرش طرفدار رژیم شاه بوده، نعامی اهل روسری و حجاب نبوده، طرفدار سیستم غربی بوده، اینها جاسوس نبودند، برای دولت کار نمی کردند، او تروریست نیست، بمبی در کار نبوده، تمام این اتهامات باید حذف شود، همکاری آنها با وزارت اطلاعات سیاسی بوده و نه نظامی، خانواده آنها در چنگال وزارت اطلاعات هستند. ناسیونالیته آنها و پولشان را نباید بگیرند. اگر آنها برگردند ایران آنها را اعدام می کند. ملیتشان را نگیرید که خطرناک است. آنها خودشان گفتند اسدی باعث این کار بوده است. خب گزارش دیدیم، نکات و مسائل مختلفی در این گزارش از قول وکلای مزدوران جنایتکار تروریست همدست دیپلمات تروریست رژیم مطرح شد که هر کدوم جای بحث و بررسی داره که تلاش میکنیم در طول برنامه به اون بپردازیم. اما مقدمتا اجازه بدید نوبت رو بدیم به
دوستمون شهرام گلستانه که از کانادا با ما در ارتباط هست. ضمن سلام حضورتون آقای گلستانه، میخواستم نظرتون رو در مورد دادگاهی که برگزار شد و نتایجی که میشه از اون گرفت رو از شما بپرسیم. خواهش کنم بفرمایید. اولا سلام میکنم خدمت شما و خدمت مهمان گرانقدر برنامه آقای سنابرق زاهدی. بسیار متشکرم که این وقت رو در اختیار من قرار دادید. ولی همونطور که خودتون الان گفتین، هر کدوم از این مواردی که تو همین 15-20 دقیقه ای که از اول ارتباط مستقیم تا الان مطرح شده، خودش یک فصل نیاز به توضیح داره. ولی من سعی میکنم لااقل از دیدگاه خودم به عنوان کسی که در این برنامه شرکت داشتیم، به هر حال ما هم شرکت کنندگان در این برنامه و به طور بالقوه قربانیان این عمل تروریستی رژیم میتونستیم باشیم در گردنمای ویلپند. منظورتون دیگه؟ بله بله بله, بله. دقیقاً منظور در همون برنامه 2018 در ویلپند. بله. ولی طور که در جریان هستین، علاوه بر به هر حال تعداد زیادی از هموطنان و هواداران مقاومت که در این برنامه شرکت داشتن از کشور کانادا، هیئت بلندپایه سیاسی هم از کشور کانادا در این برنامه شرکت داشت، از احزاب در واقع اصلی کانادا، حزب لیبرال و حزب محافظه‌کار و همینطور نخست وزیر سابق کانادا آقای استیون هارپر و وزیر خارجه سابق آقای جان بیرد. به هر حال هیئت بلند مرتبه‌ای بود و همینطور وکیل بسیار برجسته آقای دیوید میتس و رئیس کمیته دوستان ایران دموکراتیک آقای دیوید کینگور. به هر حال همه اینها میتونستن که بالقوه در معرض چنین عملیات تروریستی قرار بگیرن. اما نکته‌ای که من میخوام اشاره کنم، در واقع درسی که فکر میکنم که برای من و برای بسیاری از ماها بسیار قابل توجهه که در این زمینه بگیریم، استفاده رژیم از یک مفهوم به نام مفهوم پناهندگی یا شهروندی یک کشور دیگه است. رژیم روی این سرمایه گذاری هنگفتی کرده، یعنی از کسانی استفاده بکنه که قانوناً شهروند یک کشور دیگه هستند و یا اینکه زمانی به عنوان پناهنده اومدن، مهاجر اون کشور شدن و بعد به عنوان شهروند اون کشور، به هر حال قوانین اون کشور شهروند اون کشور شدن. این نکته بسیار حائز اهمیته. من میخوام توجه در واقع هممیهنان عزیز و به خصوص ایرانیان خارج از کشور رو به یک نکته جلب بکنم. اگر حتما شما و همینطور مهمان عزیز برنامه یادشون هست که سالها پیش ایرانیان بیانیه‌ای رو امضا کردن به نام مرز، به اصطلاح مرز سرخ و خط قرمز ایرانیان در قبال رژیم آخوندی، که در این تصریح شده بود که البته هر کسی میتونه با سازمان مجاهدین، با شورای ملی مقاومت، با هر یک از نهادهای اون هر انتقادی داشته باشه، ولی استفاده از این و در واقع مخدوش کردن خط قرمز، که یکی از این خط قرمزها خزیدن به زیر قبای آخوند تحت هر عنوانی میتونه باشه، در واقع کسی که پناهنده سیاسی اومده در هر یک از کشورهای خارج و در کانادا هم بسیار زیاد هستند، و بعد به محض گرفتن اقامت و یا شهروندی اون کشور این رو بهانه کنه برای رفت آمد به ایران، که میدونیم در بسیاری از این موارد طعمه وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران و در واقع ابزار دست کارهای تروریستی رژیم قرار میگیرن. بنابراین حفظ این خط قرمز فکر میکنم برای نه فقط سلامت سیاسی، این که در اصل برای فکر میکنم همه اونهایی که دستی در کار سیاست و مبارزه با این رژیم دارن که بسیار بسیار روشنه، خارج از این که اصلا تفکر سیاسیشون چی باشه، به هر حال این یک مسئله بسیار مهمه. حفظ این خط قرمز، حتی میخوام بگم برای حفظ سلامت فیزیکی هم خودشون و هم سایر هموطنان، از ضروریات غیر قابل خدشه است، یعنی این خدشه ناپذیره. من اگه بخوام الان مثالهای متفاوت یا گوناگون بزنم واقعا خیلی طولانی میشه. واقعا حتی میخوام بگم ببینین، اعدام جنایتکارانه روح الله زن که خانم رجبی اون رو محکوم کردن و همه کشورها هم اون رو محکوم کردن، هم در واقع یک جاهایی
این مرزها و این ارتباطات مخدوش شده بود، یا بسیاری از موارد دیگه که سایر ایرانیان رو رژیم قربانی گرفته و میبینیم که از مخدوش شدن این مرزها استفاده کرده که بتونه این کار رو پیش ببره. بنابراین این در واقع از این فرصت و از این ارتباط با شما میخواستم این استفاده رو بکنم، این یادآوری رو خدمت همه هموطنان و به خصوص ایرانیان خارج از کشور بدم که این خط قرمز یک خط قرمز خدشه‌ناپذیره، باید از اون حفظ و حراست کرد، هم به دلیل سلامت فیزیکی تمامی ایرانیان خارج از کشور و هم به دلیل سلامت سیاسی، در واقع ندادن بهانه به دست رژیم برای استفاده از این گونه، در واقع میخوام بگم سوراخ‌هایی که رژیم پیدا میکنه به عنوان یا پناهنده یا مقیم یک کشور یا شهروندی یک کشور. بنابراین بسیار بجا بود که دادستان در بلژیک تقاضای سلب شهروندی این تروریست‌ها رو کرده. فکر میکنم که پیام بسیار قاطع و محکمی به همه اونهایی که به نوعی با رژیم دست به اصطلاح دستشون در دست رژیمه و یا به اقدامات تروریستی و اقدامات حتی اون چیزی که وکیل این تروریست ها عنوان کرده بود، من که نمیدونم منظورش از ارتباط سیاسی با وزارت اطلاعات چیه، چون وزارت اطلاعات کارش اینه که اطلاعات رو بگیره دست سپاه و بقیه بده و کار تروریستی انجام بده، ولی به هر صورت اونهایی که خبرچینی میکنن، اونهایی که علیه ایرانیان مخالف و علیه سایر ایرانیان در واقع به وزارت اطلاعات گزارش میدن، اولا اینها نباید از هیچ گونه حفاظت قانونی تحت عنوان شهروند یا غیره برخوردار باشن و در واقع به خاطر نقض این داستان باید شهروندی یا پناهندگیشون سلب بشه. اتفاقا دولت قبلی کانادا یک قانونی رو تا جایی متاسفانه به اندازه کافی پیش نرفت، ولی کسانی که در پروسه پناهندگی در کشور کانادا بودن رو اینها رو ملزم کرد که اگر در طول این پروسه در واقع به کشوری که از اون به عنوان پناهنده اومدن، یعنی اعلام کردن که جانشون در اون کشور در خطر بوده، به اون رفت و اومد کنن، این نقض غرض در واقع نقض ادعای خودشونه که جانشون در اون کشور در خطر بوده، در واقع دروغگویه و پناهندگی اینا به طور اتوماتیک باطل میشه. ولی این مرز رو تا مرز در واقع شهروندی پیش نرفت که فکر میکنم یکی از کارهایی که ایرانیان در کشورهای مختلف باید انجام بدن، پیش بردن و تیز کردن این خط و روشن کردنش برای همه مقامات، اتفاقا با استفاده از همین دادگاه بلژیک میتونه یک سابقه بسیار خوبی در این رابطه باشه با هر نتیجه‌ای که میخواد داشته باشه. در حال گفتم که از این فرصت استفاده کنم، ضمن تشکر از شما این یادآوری رو به همه دوستان، به همه ایرانیان، صرف نظر از هر گونه تفکر سیاسی که میخوان داشته باشن، این یادآوری رو بدم. درود بر شما آقای گلستان، خیلی ممنونیم از شرکت در این گفتگو. یادآوری به جایی کردید، حتما نیاز به فرصت بیشتری هست که بشه ابعاد و جوانب مختلف اون رو مورد بررسی قرار داد. انشالله فرصتی باشه در روزها و برنامه‌های آینده به این موضوعاتی که شما به درستی روش تاکید کردید بپردازیم. متشکرم از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید. خواهش میکنم، بسیار ممنون. قربان شما، موفق باشید.